به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. چنانه وعده داده بودیم در مورد اسلام حرمت زاده یا عزت الله حرمت زاده در برنامه های منبر مهاجر که در دست ما معلومات های زیاده وجود دارد، با ترتیب دادن تمام معلومات ها و درست و غلط آن را از داخل این مطالبی که برای ما رسیده از جدا نموده تقدیم شما یک برنامه خواهیم کرد و امروز برای شما یک برنامه خیلی طولانی تقدیم نماییم از واقعا هم خیلی از زندگانی عجیب و غریب این دامادی اکی تراکتریستی امام علی رحمانوف. با عنوان برنامه ما چنین است: حرمت زاده عزت الله ظریف معاون گمرک با تخلص مندق را میشناسید. بخش اول. جنرال مایور حرمت زاده عزت الله ظریف معاون سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، داماد نورالدین تراکتریست برادر فوتیده امام علی رحمانوف میباشد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 9 فوریه سال 2018 زیر شماره 57 با منصب معاون سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شد. وای زاده دهه غرغره ناحیه دنگره میباشد. عزت الله دو نامه است. در شناسنامه عزت الله، ولی در بین مردم همچون اسلام نام برده می شود و بسیاری از افرادی که با او هستند اگر عزت الله گوید نمی شناسند. وقتی اسلام حرمت رو گفتید خوب می شناسند، ولی وقتی در رفتی برنامه اسلام گفتیم و عزت الله گفتیم، همه ای بینندگان گرامی باید فهمید که انا همین عزت الله حرمت زاده ظریف، یعنی اسلام حرمت رو هست. یک برادرش سیدالله و برادر دیگرش سفر است. سفر را سفرچه و سیدالله را یک وجبه میگویند، چون که قدش 1.45 است. وقتی پرسان کردیم که در این آیله اینها همشان قدشان خرد است، گفتند بله، همه اینها قدهاشان خیلی پخش و خرد هستند. خودی عزت الله یا اسلام در غرغره دنگره همچون اسلام مردوز شناخته می شود. از جبر اسلام در خانه های مردمی ده هم مرغ نمانده بود و این مردوز بود. در مورد عملهای دیگری غیر اخلاقی او 3 صفحه است. هم صفان و هم قشلاقی هایش معلومات رسیده است که نمی توانیم آنها را نشر نماییم. واقعا هم غیر اخلاقی هستند، چون حادثات در آن سالها گذشته بوده است که ما نمی توانیم همه آنها را در این برنامه ذکر کنیم. خوب دیگر افراد تیز هوش فهمیدند. کوتاه همین قدر میگویم که در مورد کارهایی که با عشق اولش و یکی از کلیچکه های دیگرش هم مربوط به همین واقعه هست، آن را میگذاریم به خوب یک وقت دیگر، یا اینکه از گفتنی آن به کلی پرهیز مینماییم. بیننده تیز هوش البته خوب فهمید. سالها گذشتند و از گردش فلک نورالدین تراکتورچی سوخوز لنین دنگره اکای پرزیدنت شد و اسلام هم صاحب یکی از دخترهای وی، یعنی داماد اکای پرزیدنت شد. انا دیگر خدا داد، همین طور او را در فرودگاه دوشنبه با کار ماندند. تا آن وقت برای مثال زن همین سیدالاشه یک وجبه برادر اسلام برای وی دسترخوان را پاره کرده شیم کاستوم میدوخت. ولی اکنون که دیگر داماد نورالدین شد و در گمرک ایرپورت دوشنبه با کار درآمد، آهسته آهسته شرایط زیست و زندگانیش عوض شد و رنگ گرفت. سیدالاچه هم دست به جمع‌آوری و تجارت شیره کمال زده با افغان‌ها همکاری را شروع کرد. آن قدر بخلشکه های 20 لیتره شیره کمال می آورد که به حساب ما در تراکتورها بار میکردیم. مردم فکر میکرد که اینها همه آب است و یکان باقی 100 هکتاره را آب میدهند. این طور فکر نمیکردند که داخل آن پر از شیره کمال است. سیدالاچه را برای قد پستیش هم چون مندقچه هم میگویند. او را چند سال پیش کارچه زده در پشتش پرانده بودند. عین همان چشمانش نابینا شدگی است. وضعیتش سخت بزیب است. سیدالله یک وجبه نورالدین خسوری عزت الله را فریب میکرد. وای در زمین های نورالدین شیره کمال میکرد، ولی با او میگفت که جوار مکه کاریدگی مکه. سید جلالچه زمین های قیزلسای را که از نورالدین بود 100 هکتار پول می شیره کمال زد. ما رفته کردیم، نورالدین آمد که چی میکنی جا؟
سعیدالله گفت برای گوسپندو زمین رو دورو میزنین. عجب که نوردین تراکتوریست باور کرد درک نیافت که سعیدالله چیکار میکنه. یک وقت حرمتزاده سعیدالله در بیمارخانه ابن سینا بستری و حالتش بسیار بد بود. برادران بیمار مرا دعوت نمودند تا دارو با بیمار گذرانم. دکتران راضیگی ندادند ولی خویشاوندان بیمار طلب کردند تا سوزن دارو رو گذرانیم. در هفته روز بیمار شفا یافت و از بیمارخانه رخصت شد. البته فهمیدید که چگونه او کال را به او زدند. برادر دیگرش فتح‌الله حرمت‌زاده تا چند وقت پیش رئیس شهرک نارک بود، فعلا در حکومت ولایت ختلان کار میکند. تا با گمرک با کار آمدن عزت‌الله حرمتوف، یعنی همین اسلام حرمتوف، با انور خوجایف و میرزایف اسرائیل از کامبینت شاهی بافی دوشنبه متریال شالک میدزدیدند. آنها را دیرکتور کامبینت سعیدوف نجم‌الدین با دزدی دستگیر کرد، یک چند شپاتی زد و اما نپراند، ولی پیششان کرده بود. البته در مورد این کمبینت که در نزد فرودگاه دوشنبه بود، سعیدوف نجم‌الدین که از فرخار بود با 20 تل خوب بایویک ها در سالهای 95-96 میگشت. سعیدوف نجم‌الدین دودار طبیب شخصی پریزیدنت در آینده ستم سعیدوف بود که بعداً با کسلی روحی گرفتار شد. نجم‌الدین سعیدوف حالا در امانت بانک جمهوری کار میکند. سپس آنها با سکلت سبیتی پخته و بعدن با تکستیل کمبینت با کار در آمده. در آنجا هم با دزدی دستگیر شدند و آنها را از اینجا هم از کار پیش کرده بودند و چند سال بیکار میگشتند. اما وقت عزت‌الله در گمرک با کار در آمد با ماشین های باربر، یعنی بیزنسمن ها مشغول بود. ماشین های باربر را که بارشان از 50,000 سومانی بیشتر ارزش داشت، آن ماشین ها را خورد و ارزششان را کم نشان میداد، تنگه میگفت. یعنی از بیزنسمن ها یا تاجران رویاندهش را در کیسه اش میزد. مثال در دولند بار از خیتای درایت یا از قرقیزستان دو تا قید میکرد و 10 تایش رو بدون حجت و پرداخت های گمرکی وارد میکرد. یادتان باشد وقت رحمانوف شهباز رجبوف را در یک جلسه از کار پیش کرد، در این باره هم گفته بود که 10 ماشین را ناانصاف ها یک ماشین افرمید میکنید. معلوم است که رحمانوف میدونیست که عزت‌الله یا همین اسلام داماد یکی تراکتوریستش چیکار میکند. عزت‌الله پولدار شد و آهسته آهسته به تجارت گرین دست زد. 100% کفالت میدهم که وای در تجارت گرین میلیون ها دلار کار کرد، چون که وای از افغانستان شخصا بار میتراورد. تا آمدن رستم امام‌علی به حیث سردار خدمات گمرک در سال 2013-2015 این کارها را روی راست دوام میداد. اگرچه رستم سالهای 2011-2012 همچون سردار ریاست تشکیل مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی های گمرکی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ادای وظیفه کرده بود و نظارت این حقوق ویرانکنی ها بر دوش او بود و میدونیست، ولی وقت رئیس خدمات شد شخصا فرمان میدهد که او را دستگیر کنند، بازداشت و از وظیفه پیش کنند و از ترس آن که چیز و شورایش را مصادره نکنند با واسطه نوردین یعنی خسرش و آدمهایش تمام چیز و شورایش را می آورد دنگره. بیش از یک ماه بیکار می ماند. رستم در گمرک تمام کارهای غیرقانونی و نیرنگ های عزت‌الله را آشکار کرد و ایرو با 10 کیلو گرین دستگیر کرد. پلیچنی چخیل پیشتر هم گفتم آن شب و سحر تمام چیز و شورا و مال اموالش تا چاینک و پیاله و سچاق و قاشق دزدیش را بدنگره میکشاند و خودش میرود به خانه خسورش بجا میشود تا رستم دستگیر کرده سود نکند. چندین وقت در خانه نوردین بجا شد، از رستم گرفت چی سومی که دزدیده بود به رستم داد تا سودش نکند. یکم بعد نوردین از طرف عزت‌الله به خانه امام‌علی با چمدان پول میرود. امام‌علی رستم را دعوت میکند، میگوید که عزت‌الله را با چم دوباره در جایش به کار ماند. رستم رد میکند سخن پدرش رو. نوردین به طرف امام علی میگوید که چی گپی گودک گوش میکنی؟ دامادی مهای بگیر وظیفه ده مونش. بعد از اون که رستم از خدمات گمرک رفت، او را دوباره آوردند به گمرک و رتبه جنرالی هم دادند با فرمانی دقیقاً انا همین پیشوای ملت، اساس گذار صلح و وحدت، سرفرمانده کل قوا، یک شخصی که تاجیکستان را از جنگ شهروندی نجات داده، امام علی رحمانوف بار دیگر انا همین دزدی به سواد را معاونی سرداری خدمات گمرک تعیین نمودند. خب دیگر دقت کنید که اینها چیکار میکنند. وقتی که ما جنایت های اینها را میگویم، میگویند که شما یگان خوبی رحمان فنا میبینید. عجایبات کار بیننده گرامی در آن است که این نفر بلند مقامی با گرین به دست افتاده، نه اینکه سود و زندان شد، یک مدت کوتاه هم باشد به با کار دیگر و پلته حساب گذرانده شد. و وقتی که رستم از گمرک رفت و فتح سعید آمد، او را دوباره با برش گرفت، رتبه جنرالی دادن. سعیدالله چای دادرش با شیره کمال فروشی مشغول بود. نوردین از این کار در آخر با خبر شد.
سیدلاچه مجبور شد منوردین دالی دیهده کار را با همراهی افغان ها ادامه می داد. حالا سیدلاچه 5 زن دارد. زن آخرینش تولدش 95 است. عکس ها و این چیزهاش هست ولی ما خوب دیگر به حریم شخصی افراد وارد نمی شیم. و همه عکس هایشان با فرزند هایشان در اصلاح محفوظ باقی می مانند. در بین چی قدر وقت می گذرد بیننده گرامی در دنغره حاجی گفتنی یک شخص پیدا می شود او همکاری شیره کمال می کرد. بین اینها گپ گپ می شود. نوردین میگه که خودتون حل کنید، برای این خیلکارها مرا خوش نکنید. در همین بحثا سیدلاچه را از خونش میپراند. چند وقت بیچاره بجون میگرده که با زپدلای با نبینن و مردم بخندن. در کیانوش یک افتزپرافکه دارد، در غرغره هم زپرافکه دارد. تمام زمین های لایلقه و کوشکاک را گرفتگی است. اما حالا از دعای بدی مردم کور شدگیه. مناسبت رستم با نوردین امکش برای اسلام حرمتوف بد می شود. رستم چند نفری را که از نغره از کار آزاد میکرد نوردین دالیه را میگرفت و راست پیش امام علی رفت و دیگر بارا برقرار میکرد. امام علی وظیفه را میدودش. از همون روزی که رستم و نوردین برای عزت‌الله گپایشون گرفت تا همون وقتی مردنش رستم با امکش گپ نمیزد. اما رستم گفته بود است که تو من هستم عزت‌الله در ایرپورت و گمرک کار نمیکنه. همون وقتی که نوردین با سوی امام علی میگه که این گودک چی را میدونه بگی این کار خودت حلش کن با بچت نمون کاره، از همون وقت دیگر امک و جیان با هم گپ نمی زدن. حالا خوب دیگه رستم هم رنگی همو عادتوی پدرش عادتوی اوتش داره، رنگ عروس خر میکست. حالا کریشه عزت‌الله اسدالله رحمان همون سنبول آقا است. دالیه را نه با آزاده نه با رستم و نه با رحمانوف می دهد، برای اون که اینها او را چشم دیدن ندارند. به حد آدم خطرناک است و ای در پتستا و سیاه کردن وظیفه گیری در نزد امالی استخوان ندارد. برای همین رستم او را از خودش دور نگاه می دارد. رستم امالی دوماتوی امکش اصاب بین عزت‌الله را سخت بد می بیند. دوماتوی دیگری امکش زفر قربانوف و بهرام خالنظروف و زین‌الله کلی زرد راننده امکیش رو نقص نمی بیند. درجه بچه های امکش رو هم نقص نمی بیند. این سال قریب بود که امید نوردینی پسر امکش رو که پرکرار نویه اسماعیل سومانی دوشنبه است از کار پیش میکرد. خب البته علت هایش رو میدونید که برای چی بود. یادتون باشد بینندگان گرامی چند سال پیش چندی از کارمندانی بلندپایه خدمات گمرک را از وظیفه ها برکنار کرده بودند. همه این کارمندان گمرک را عزت‌الله حرمتوف نوادکه داده بود. عزت‌الله با کلی‌فتاح جنرال عبدالفتاح غایب سابق رئیس خدمات گمرک تاجیکستان نول با نول بودند. به یکدیگر آب نمی خوردند. بعضی گپ و حرف های دیگر در باره مناسبت عزت‌الله حرمتوف و عبدالفتاح غایب هم در ما وجود دارد. اینجا البته جای ذکرشان نیست. بینندگان گرامی در وسط برنامه از شما خواهش میکنیم در گذاشتن لایک ها و در نشر این برنامه کوتاهی نکنید تا اینکه تمام مردم از کی بودن داماد های رحمان و برادر او آگاهی بیشتر داشته باشند و اینکه شخصی که برای شما معرفیش می نماییم معاون گمرک جمهوری است، یک شخصی که تمام واردات کشور زیر دست او می گذارد. یک کارمند خدمات گمرک انور خوجایف بود که جوره نزدیکی عزت‌الله می باشد. وای با عزت‌الله حرمتوف از اکادمی گمرک روسیه دیپلم خرید. انور با اسلام یعنی عزت‌الله چند بار دنغره به خانه نوردین می رود. همین طور با نوردین تراکتوریست از نزدیک شناس و رفیق می شود. نوردین هم با استفاده از فرصت هر وقت چیزش لازم شد با انور تماشنیک زنگ زده زکاس می کرد. هر ماه با کمش 100,000 دلار زکاس میکرد از نوردین تراکتوریستی گروسوخته. انور یک عادت داشته است که هر چیزی که به کسی میداد است در یک دفتر کلان نوشته میکرد است. یک وقت مناسبت اسلام با انور بد میشود. خب دیگر اسلام با عبدالفتاح غایب کلی‌فتاح دیرکتوری اگنتی مبارزه با کروپسیا که سندوف جمشید بالجوانی سردار سرایست اپراتیوی اگنتی کروپسیا حاضر جنرال رستموف علی خانی مسکوسکیگی نرکبران سردار ریاست نظارت انداز گمرک باز پالکونیک شاکیروف بهرام دنغرگی ملیسا حاضر سردار ملیسای 5 و پالکونیک عبدولی ابنون ام وی دی و کومیلی ملیسای کلوبی همه کس هر بگویی یک جایه در رستوران و ساونا ها می نشستند، استراحت می کردند. در یکی از این نشست ها با آنها می گوید که انور خوجایف را محکم کردند در کار. کلی‌فتاح اینتریگانت به طرف عزت‌الله میگه که باز خسرت خفه نشوه. عزت‌الله باشا میگه که ایده جمشید ترمیناتر جرای نزدیکش بود سیاه کردم شد در پیشی خسرم و تو پریزیدنت تحوزی در ترما دم گرفته است. ایشم یخل سیاه میکنیم که دیگر رهگون بزنه. اینو چی گپه
ما بگم همرا باور میکنن دجه بوجه ها ما خیزمت و زفر سیب سیاه کدم اوزی اینا انتی پارتی وان دیدین کو ما نقطی خیزمتش گم میزنم نقطی زفرش گم میزنم و پیش پیسن شو نمیکنم ما شما را گفته استم دوای بقا پینشا با ما یوردم میکنم ایشم پاتستاوید میکنیم خوب دیگر طبق معلومات دیگر فتا سعید و وقت دیرکتور اگنتی کروپسیا بود با اجازت رستم امومالی انور خوجایف را پستوید کرده بودند. فتا سعید و رستم امومالی میگوید که این انور خوجایف آشنای عزت‌الله حرمت و آدمی بد میباشد. خوب دیگر. فتا سعید بینندگان گرامی شخصی است که همیشه بازی های دو طرفه دارد برای منفعت خودش این به همه معلوم است آنهایی که او را خوب میشناسند البته فتا سعید پدر شاهرخ سعیدوف است رفیق نزدیکی رستم امومالی و یکی از مقامدارانی بزرگی خوب وزارت کارهای داخلی پلکونیک و امروز فردا گنرال و صدها پلان های رستم بالای او دارد عزت‌الله حرمتوف همسایه و دوستی بچگی رجب علی رحمان علی سرداری سر ریاست خشنهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است پدر رجب علی رحمان علی و پدر عزت‌الله وقتی امامعلی رحمانوف دیرکتور سوخاز بود با وای کار میکردند عزت‌الله زندگیش از پشت پدرش بود پدر و برادرش نفران عادی و انسانهای خیلی خوب بودند. پدرش استای بومساز شیفرزند بود. یکی از رفیقان نزدیکی نظری فیض‌الله‌زاده، کارگر پلات حساب و نفر دیگرش جمشید عبدالرحمن یک مقام مسئول در وزارت مالیه می باشد. 24 ساعت در گردی آزاده رحمان تاب می خوردند. رئیس پلات حساب قرخان چیلزاده و سردار نیروهای مرزبانی رجب علی رحمان علی از نزدیکان عزت‌الله حرمت‌زاده می باشند. اسدالله رحمان چیلزاده قرخان نظرزاده فیض‌علی و عبدالرحمن که در پشت آزاده 24 ساعت راستند رئیس ولایت ختلان رجب علی رحمان علی آدمانی هستند که با عزت‌الله حرمت‌زاده نزدیکند. اینها یک روگان و پره ها را با واسطه اسدالله رحمان یعنی سنبلاغا به امام علی رحمانوف می دهند. عزت‌الله دانشگاه را هم نخوانده است. بعد از آن که داماد نوردین تراکتوریست می شود دانشگاه تجارتی تاجیکستان در دوشنبه را غایبانه یعنی زواشنی تمام می کند. برای وظیفه گیری است این. وای که از بچگی با مرغ و ایندوک دزدی در غرغره و دنغره تجربه ناک شده بود در گمرک ایرپورت هم با دزدی مشغول می شود. در کلش باور کنید آی گیردک نیست به حد به سواد ای صغیره. ده مرده تیار است باور کنید. عزت‌الله تمام ثروتش را از راه دزدی پیدا کرده است. پیش از سر و کار گرفتن با تجارت گرین هم خیلی ثروت به دست آورده بود. عزت‌الله حرمتوف وقتی سال 2000 با گمرک شهر دوشنبه همچون اینسپکتور قطاری شعبچه استاتیستیکا به کار مونده بودند با یک ماشین 06 کهنه ویشنیوی سویت تی شلقه آمده بود. بعد دو ماه شخصی را که سواد عموما نداشت گرفته گلاون اینسپکتور شعبه راستاموشکای ماشین ها موندند. بعد 6 ماه ماشینی Volkswagen Passat نو گرفت و بعد یک سال سرداری ترمینال ناحیه رودکی تعینش کرد. عزت‌الله حرمتوف در حال ماکسیما سفید نو که اون سالها ماده بود ماکسیما رقم های AC251101RT خرید و با یک دختری فیض‌آبادی با نام پروینه تایروه که در سوم در سیوم یتش پرده میفروخت شناس شده عروسی پستایانی کرد و بعدتر در دومی شهریاری نزدی 112 هم دو خانه پنج کمنته خریده با عروسش داد اما از پروینه کودکدار نشد بعدن سردار ریاست گمرک شهر دوشنبه تعیین شد و دیگر یگان آدم را پسند نمیکردگی شد هر روز با فتا سعیدوف که آن سالها سردار میلیسه شهر دوشنبه بود در ساونه ها لب لوچی مادرزاد آبازی و مساشکنی بود کرشان البته اونانی که میفهمن منظور از مساشکنی را فهمیدن که چی را میگن خوب معلومات زیادی در این باره هم بود ولی واقعا از گفتنی آنها ما خودداری میکنیم از من بعد در مورد دختر نوردین رحمانوف پرسیدیم که آیا او از این کارهای عزت‌الله حرمت‌زاده خبر داشت که اخی ای عروس داشته است نومی عروس شمینه پروینه تایر و فیض آبادی بوده است خونش خریده بوده است ایران نمیفهمیدی دختری نوردین تراکتوریست منبع جواب داد که آنچه میدونم میگویم فرزندانی عزت‌الله یا همین اسلام حرمتوف یک پسرش سفیده که چشم کبود دیگری بچهش سیاهی سبزینه و موی سرش سیخ سیخ جایره برین است دخترش هم چشم کبودی سفیدک است اما راستش همسرش بسیار بزیب است برای همین تا پیانی سخت نمیشده است اسلام با همسرش یعنی دختر نوردین که با کلیچکای اورادکا رویهایش رنگی نجدک گروبی است نزدیک شدن نمیتوانست است خوب بینندگان گرامی واقعا آن چیزی که برای ما گفتند ما آن را گفته ایستاده ایم از پیش خودمان یک کلمه هم اضافه نکرده ایم البته باز
توصیف های دیگری هم بود که آنها را ما از متن اساسی خارج کردیم. این اسرار را خود اسلام یا عزت الله حرمتوف در مستیش به همسینفانش بارها گفته است که یعنی همسرم اوراد که من نمیتونم خطی و زندگی کرده نکیچ کنم. اما خب شخصی که با اصلاح صحبت نمود افزود که من از نزدیک میشناسم و همه آیلهش را تقریبا هر روز میبینم. خوب دیگر عزت الله هر وقت خواست ماشینهایش را مثل دستپوش یا پریچتکه یا چون میگن نسکی عوض میکرد. کمری داشت نمروش 0095 تیجه بود. سپس صاحب لکسوزی 150 و بعدتر در لکسوزی 170 گذشت. دیرتر سواریش رنج راور شد. این ماشین ها را هم خودش و هم بچه هایش سواری میکنند. در تک پای بچه هایش باشد باز مرسدس های واهیمه که نه کمتر از 50,000 دلار نرخ دارند. در سر خسار دچه ها دارند. تمام زمین چراگاه های کوشکاک در دستشان است. رمه بوز و گوسفندشان به حساب. نصف زمین های قزلسای بالا از نوردین گرسوخته بود. پس از مردن نوردین از فرصت استفاده برده با نام خودش و بچه هایش گذرانید. در دوشنبه 10 در خانه زیاد دارد. بسیاری خانه هایش در 112 میکرریان و پرفسیوز است. در کوچه مرکزی پایتخت یک مغازه لباس فروشی دارد. در بازار سلطان کبیر هم چند مغازه داشت که دیگر آن بازار را از بین بردن. در غرغره دنگره هم خانه های محتشم ساختگی است، هم برای خودش و هم برای دادرهایش. اما مناسبت وای با آیله جناب خوب نیست. در سری سوزن است. برای آنکه وقتی رستم دانشگاه میخواند عزت الله رستم را احترام نمیکرد. رستم از همون دوره ها او را بد میدیست. منبع نزدیک به اسلام حرمتوف یا همین عزت الله حرمتزاده چنین افزود: کلی زین الله زرد جوره نزدیک اسلام حرمتوف شیطان ترین آدم بود. سیاه کنک و آدم نزدیک نوردینی تراکتوریست. سه روز پیش از نوروز در خانه شهری دوشنبه نزدی سوم در همسایگی اسلام حرمتوف زندگی میکرد مرد. اما انیق میگویم که او با مرگی طبیعی نمرد، چون که سیرهای نوردینی تراکتوریست را خیلی زیاد میدونیست. آنچه او میدونیست با ما زیادش را گفته بود و اگر خواسته باشد میتوانیم آنها را به اصلاح بگوییم. نوردین با دادرش امامعلی رحمانوف گفته بود است که زین الله را باید به ضرر گردانده شود. من سخت در تشویشم و با سپارش امامعلی رحمانوف کشته شد. سه روز هیچ کس نفهمید که در کجا است. رفیق دیگرش بهرام میت که او هم داماد نوردین است با اسلام حرمتوف هر دو فکر کردند که در دنگره با زن و فرزندهایش به نوروزی رفته است. همسرش باشد فکر کرده است که در دوشنبه است. همین طور وقت سه روز میگذرد و می آیند به خانه و در را می شکنند و می درآیند که کای ها مرده بوی گرفته است. هنگامی پرسیدم که این حادثه چه ارتباط دارد به عزت الله حرمتزاده، از هم صحبت یا شخصی که معلومات را با اصلاح می داد، من به افزود عاقبت خدمت به این اولاد پلید همین است، حرام مر می شوی. باز پرسیدم که چرا آخر این زین الله کل کیه که این خل یعنی که شما در اینجا واردش نموده است. بعد از آن از سخنان خودمان برای ما اقتباس آورد، گفت که سنبول آقا برای رحمانوف کی است؟ گفتم خوب دیگر رئیسی کادرش و شخصی که برای رحمانوف همیشه خوب عروس یا دختر میاد رئیسی گریمش است یه نوخی رحمانوف. گفت انا همین زین الله هم یه نوخی یا اینکه شخصی که برای نوردین تراکتوریست دختر می آورد. باز بیشتر از او تفحص کردم چی گونه دختر می آورد. گفت از نوردین پول می گرفت، مثلا می گفت 500 دلار یا 1000 دلار در کره، دختر 300 دلار می داد و باز برای خچم پول کار می کرد. باز بیشتر خواستم پرسم که باز چی افراد را می شناسی. بعد گفت که یک مثال عادی، انا همون سیده خواننده گلباغی با باغ می خوند، انا همون رو هم با نوردین همین زین الله پیدا کرده بود است که خوب دیگر نوردین نی تراکتوریست اونا بازنی گرفته بود است که خوب افرادی که او را شناختند و میشناختند میدانند که او کی است و چگونه رفتارها دارد. خوب دیگر یعنی چندین کارها همین. و برای اینکه سیرهای نوردین تراکتوریست گرسوخته نبراید، برادرش امامعلی رحمان فهمیده که به ضررش بگردان و برای همین زین الله را چیکار کردن؟ یعنی که کشتن. خوب دیگر این چیزهایی هست که باید تمامی یعنی مردم بفهمند که خدمت به رحمانوف و آیله او نهایتش حرام مر شدن است. و البته اسدالله رحمانوی سنبول آقا هم باید خوب آگاه باشد که نهایتش همین خیلی مرگ های خیلی خراب و وزمین است. اینجا یک کمی معلومات رو درباره جیانی عزت الله حرمتزاده
فرزندی سیدلوچه یک متر و 45 سانتی متر با نام محمدی حرمتزاده که حاضر نسبش را ظریفزاده کرده است رساندن می خواهیم. محمد ظریفزاده کار را در اداره برقی دنقره شروع کرد و از حساب دزدی قواهای برقی ناحیه صاحب ماشین کرولای سفید شد. دزدی هایش را در بالا می فهمند. امکش عزت‌الله تقای دیگر حرمتزاده یاردن میکند و محمد ظریفزاده باز بالاتر میرود و سردار اداره برق ناحیه پنج تعیین میکند. یک نفر از شناسها در تگ دستش کار میکرد میگد به خدا قسم این مردم دنقره اینقدر گشنه و دزدند که از یگون کاری پس رو نمیتابنده، اما در اینجا زیاد ایستاده نتوانست، به دست افتاد، اما باز هم امکش خلاصش کرد. حالا بالای تراکتوریست های پدرش سردارش ماندن. خوب ببینید، اول دزدی میکنن نبراو جیانو و دامادو و نزدیکای دامادو این اویله، بعد میفهمن که بیسودن توپویان دزدن غارتگرن، بعد میگیرن میبرن ابراد ندام چپونی میمونانشون. وقتی تراکتورچی ها میگفتند که براو برای تراکتور ریمن بیار، رفته برای کمباین ریمن میوارده است. این همین آدم در برقی توجیکی دنقره و در برقی توجیکی نوحیه پنج کار کرده است برای دزدی. یعنی هر کجا که پول و مال دزدی است از دولت و ملت، باید این اویله و نزدیکان دامادها و اویله اینها غارت کنند. باور نکردنی است بینندگان گرامی، نخواد تا این درجه آدم بی سواد باشد. هر وقت از پنج می آمد با رفیقانش در دیسکتکای کیانوش دنقره صد سامانی ها بالای رقاصه ها تا با آب می داد. با رفیقانش خال مرادوف و چیلزاده و هاشیموف عرق را می زدند و پول مثل کاغذ بازی می کرد. در دستشان می گوید که کاغذی تشناب باشد، پشکه را کنده می پرتویم بالای سری رقاصه. چند سال پیش سردار میلیسای نوحیه سهراب شخصی بود. با شوخی طرفی سیدلوی خوب دادری امی عزت‌الله حرمت‌زاده گفت که ما امی ابله و سر شوه یکم امی بچه های ترا می برم، یا براون خدمت کنن چی می شوه. این گپ را با دو گوشی خودم شنیدم. سیدلوچا گفت بچه های من هم با مردم خدمت میکنند و هم با براون در دولت خدمت کنند. ما اوچای میبردگی را فلان میکنم، بچه های من میخرن میزنن میگردن. این خدمت برای بچه کشتال کنده و کمبغل است. این گپ تا دیم بار نشنوان، طرف رئیسی ملیسا گفت. خوب دقت کنید، بچه های شما باید برای من خدمت کنند، کشتال کنده و کمبغل، ولی بچه های اینها بچه های دامادی اکای نوردین دادرش یا اکش بچهش. فکر کنید که همیو خدمت نمیکنن. سالهای پیش سیدلوچای برادری عزت‌الله حرمت‌زاده داخل پریتسپ تلشکای تراکتور را پر از بشکای 23 شیره کمال که مقدارش 500 دانه زیاد بود میکرد و میآورد و در یک خانه تل میزد. سپس خانه خودش میبرد و در تخخانهش بجو میکرد. گاه حتی از 1000 دانه بشکه زیاد جمع میکرد. کارش فقط بیزنس شیره کمال با افغانها بود. اما این بیزنس را شمس‌الله صاحب و دامادی خود امام رحمانوف از آن خود کرد و همه اینها را دور ساخت. سپس در دنقره با نام بچهش فارماسفتیک باز کرد. نام بچهش صبح الدین است. باز در غرغره و در نزد دیسکتکای کیانوش یک توی زپرافکا دارد. برادر دیگرش حسن حرمتوف در گمرکی برای ایرپورت دوشنبه که اساساً بار از خارج می آید کار می کند. نفری که بارها را قبول می کند حسن است. یک دوست دیگر فتح‌الله حرمت می باشد. فتح‌الله رئیس کمیته زمینسازی ولایت ختلان تعیین شد. با اویله عزت‌الله حرمت‌زاده ها یا امین اسلام حرمتوف ها خدا داد. سیدلوی برادرش زنگیری را بس نکرد دیگر. برای آنکه دادرش رئیس کمیته زمینی ولایت شد، فروش زمین در ولایت اویلوی کردند. در فروش زمین ها به همه زن هاشون خونه گرفته یورا ریموند کرده دادند. نفر دیگری اعضای خانواده حرمتوف ها فیروزشاه حرمت‌زاده است. وای در حکومت ناحیه شهرتوز کار میکرد. وای را در خانه حلقاویز یافتند. حرمتوف فیروزشاه بچه سلیمشاه است. اکش زیورشاه حرمتوف دامادی خواهر امام علی رحمانوف. خوب دقت دید. اما اینها سخت بی‌ناموسند. مرده دادرشان را در یوتیوب با نام بچه امکشان شناساندند. آنها مثل زن خدمت اویله رحمانوف را میکنند. اینها داماد این خانواده نه و کلین این خانواده شده گیند. مثل خر در زیر فرمان خانه خواهر رحمانوف است. زیورشا فامیلیاش را دیگر کرده با نام سلیمزاده کار میکند. زیورشا حرمتوف داماد خواهر امام علی است. حرمتوف فیروزشا رئیس کمیته زمینی شهر توس برادر وی بود. او را در خانه خوابش بدار آویزان یافتند. طبق معلومات های انیق نموده ما، برادر زیورشا را اکی زن زیورشا که سردار میلیسای شرطوز است کشتگی است. فتحالا خداویزی نکرده است، یعنی خشت دار کشتگی نیست. دویومین آدمی که در این کار دست دارد محبلای نامرد باش و زنده باشی دادری عزیز ما
این گازت خونه کی زنی امام رحمون فای کی بازار شهرتوز را بازوری گرفته گیه. اینجا گپ سر آن است که جنجال بازار شهرتوز تا حال ادامه دارد. در اینجا نه تنها فیروز شاه را بدار زدند، همچنین رئیس جماعت هم عیناً با همین شیوه یعنی داراویزی کشته شد. او را مجبور میکنند که با سند این بازار و چندین زمین دیگر امضا کند. اما میگویند که رئیس جماعت از این ظلم محب الله و سردار میلیسا دست به خودکشی میزند، چون که یقین است که فردا خودشان او را گوسود میکردند. در این میان فیروزشاه با صفت رئیس کمیته زمینساز شهرتوز تعیین میشود و پاپکای جنجالی زمین در دست فیروزشاه میافتد. فیروزشاه میبیند که وضع بزیب است. زیورشاه اکاش را میفهماند و میگوید که اکا مرا از اینجا هر چی زودتر از کار بگیر و در یگان جای دیگر مان پرواد کن. اکا اینجا نمیشود کار کرده. زیورشاه میگه دودر طاقت کن، من هم فیروزشاه را میشناختم. شخصی که این قصه را نقل میکند وای به خودم گفت که حالا آدمهای بالا با من زنگ میزنند، خواهش و التماس میکنند. خلاص گفت که در وقتش از حال ما خبر نمیگرفتند، حالا در پای ما چسبیدگی هم. زنی فیروزشاه هم چند بار از زیورشاه التماس و خواهش میکند که او را به یگان کار دیگر گذراند که در جای بزیب رئیسش موندگیه، یعنی زمینایی که خسربچه و خوب دیگر دادرای سفیر تاجیکستان در اوجا این همین گل محمد زاده در اونجا زمین های زیاد دارند، خوب دیگر مخیناتش زیاد است، باید اونها را همش دکومنت کنی، به این اویله باید حتما دهی، وقتی نکردی خوب دیگر کپاس سوختگی یعنی خلقتا دور میکشی. همون شبه که کشته میشود زنش چند بار زنگ میزند، تلفن را جواب نمیدهد. بعد خش و تبارها زنگ میزنند که برین کوچیگا پای میروند که دادار کشولای، اما در زیر پایش چیزی نیست. عجیبش این است که وای با سیمی تلویزیور آنتن کشول است، نه با ریسمان. سیم را از تلویزیور کندگیان تلویزیور باشد در روی فرش خانه چپش دگیه. و از همه حیرت آورش این است که در زیر پای فیروزشاه نه طول است و نه چیزی دیگر که بالایش برآمده خود را کشال کرده باشد. 100% معلوم است که او را کشتند. در این کشتار حتما محب الله دادری زنی امال رحمانوف اپای عزیز مای گزید خانک شریک است. فیروزشاه نه با کار تعیین شده بود، نمیخواست که در کارهای حرام این آیله همراه شود. اما زیورشاه خودش بعد دست خودش دادرش را به دستان قاتلان سپارید، فکر کرد که نزدی خسربچه‌ام برود دستگیریش میکند و به اگان وظیفه بلند میگذارد. زیورشاه در روز جنازه دادرش یکی از مسئولانی پراکراتورای جنرالی را میگوید که از پس این قضیه شود. چند وقت نگذشته در پراکراتورا با آن مقام مسئول ای بچه کل اویله میگن که کارا درو دراز بکشت ها بچه ها تا زیورشاه خسته شود و از بحر تحقیقاتی کاری برادرش براید. همین طور هم میشود. پس از یک هفته میگویند دست به خودکشی زده است. اما زیورشاه خوب میداند که این کار را کیها کردند، برای مرد بچه ناموس در جای اول میستد. اما زیورشاه که ناموس ندارد میگوید من از پس این کار بشوم زنم از من جدا میشود و خسر بچه هایم مرا پستوید و با کنج زندان روانم میکنند. زیورشاه به حد بچه ترسون چک است. بله بینندگان گرامی شبکه اصلاح، باور کنید اسرار خانواده پیشوا و دختران پیشوا و پسر و دامادهای خدا انده هایش خیلی وحشتناکند. آنچه ما فعلا تقدیمتون نموده ایم قطره از بحری جنایات و رزالت و وقاحت این آیله است. ما تلاش میکنیم که در چارچوب معیار و قواعد کار ژورنالیستی نشر و پخش کنیم، اما سخت دشوار است، باورمون کنید. تحقیق جنایات های جنرال مایور حرمت‌زاده عزت‌الله ظریف معاون سرداری خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان داماد نورالدینی تراکتوریستی اکای گورسوخته احمد رحمانوف ادامه دارد. در بخش های بعدی این تحقیقات درباره سرمایه های به خارج انتقال داده ای وی هم خواهیم برنامه تقدیم کرد. اگر شما هم بیننده گرامی معلومات دارید لطفاً آن را به اصلاح فرستید. قبل از اینکه از برنامه خارج می شوید برنامه را به دیگران فرستید تا اینکه بیشتر از ماهیت و شخصیت و افراد این آیله و نزدیکان امام علی رحمانوف آگاهی پیدا کنند. این بود برنامه امروز ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.